سلام و درود رفقا، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اسم من میثاق و نام این برنامه هست موزیک خور. قبل از هر چیزی میخوام معذرت بخوام به خاطر چند روز تاخیری که در باب برنامه جدید داشتم. اتفاقاتی افتاد که کلا ماجراها رو به هم ریخت. اصلا خوبه که قبل از شروع برنامه ابتداعا به مردم آبادان تسلیت بگم بابت فاجعه متروپول، به مردم آبادان، استان خوزستان و کل ملت ایران که درگیر دومینویی از در واقع بدبختی ها پشت سر هم هستن. امیدوارم که این دومینوی نکبت به زودی از سر ما ملت ایران کم بشود. خدمت شما عرض کنم که این هفته قرار بود که در باب پینک فلوید ویژه برنامه‌ای پخش بشه، منتها ماجرای مرگ ونجلیس که هفته پیش رخ داد کلن قصه رو تغییر داد و من صلاح دیدم که این هفته در باب ونجلیس صحبت بکنیم، آهنگساز بزرگ در واقع دوران معاصر و یکی از پدیده ها که جا داره واقعا مفصل در باب صحبت بشه. بنابراین این برنامه را اختصاص دادم به داستان ونجلیس. اسپانسر برنامه ما همچنان IGMD هست، قدیمی ترین شرکت پخش موسیقی ایرانی در جهان. اگر شما آهنگی دارید یا دوستانتون میتونید از طریق این سایت کارتون رو پخش بکنید. تشکر میکنم از تمامی رفقایی که در این مدت با سابسکرایبشون، با لایکشون، با کامنتشون ما را حمایت کردن. تنها انگیزه ای ما برای ادامه شما هستید و این رسانه در واقع جز معدود رسانه های فرهنگی هست که در بازار در واقع زرد یوتیوبی واقعا نیاز به همت شما داره دیده شدن. دمتون گرم که به ما انرژی میدید. همچنان موزیک رو به دوستانتون معرفی کنید. پر حرفی نمی کنم، بریم سراغ برنامه و ببینیم که داستان ونجلیس بزرگ چیست. اینجا برنامه موزیک خوره، دستامون از روایت موزیک پره، از راک و پاپ رپ بلوز پانک و رگه، میثاق نشسته واسه همتون قصه بگه. زیدن کن حاج برو یوتیوب و ببین یکم دیپ باش، پای سردی ها نشی، یک مان خوبه، همه جورا جیل خوبه، خلو کنار انجیر و نارگیل خوبه، سر مودار خوبه، سر کچل خوبه، کوتک خوبه، تتل خوبه، آره مدگر خوبه. ولی موزیک خار یه چیز دیگه است، دایی یه چی خوب داری، حالا اینجایی، پس لایک و ساب و کامنت داده یادت نره، جای دیگه نرو، اینجا بهتره، همه متحد شی جمع موزیک خارا، میخوام یوتیوب رو پرت کنیم به هوا. اوانجلس اودیسیس پاپاداناسیو با نام هنری ونجلیس یا ونجلیس در 29 مارچ 1943 یا همون 8 فروردین 1322 در شهر بولوس یونان به دنیا آمد. شهری که در یونان مرجع هنرهای ناب مختلفی مثل مجسمه سازی و نقاشی و شعره. شاید خیلی عجیب باشه اما ونجلیس آهنگسازی رو از سن 4 سالگی شروع کرد. تو سن 6 سالگی اولین بداهه نوازی پیانوش رو در یک کنسرت محلی تو شهر بولوس جلوی 3000 نفر انجام داد. شاید واسهتون سوال پیش بیاد که ونجلیس این توانایی تو پیانو نوازی رو تو اون سن پایین چجوری به دست آورد و پیش چه اساتیدی هنرآموزی کرده. در پاسخ باید بهتون بگم که هیچ، واقعا هیچ. ونجلیس ساز پیانو رو کاملا خودآموخته یاد گرفت. حالا چجوری شو خدا داند. به هر حال همین رو بدونید که این نابغه از دست رفته اولین کنسرت عمرش رو در 6 سالگی انجام داد جلوی 3000 نفر آدم. اینو بذارید کنار خیلی از اساتید موسیقی ما که به زور تو کنسرتشون 1000 نفر آدم جمع میکنن و خدا رو هم بنده نیستن. خلاصه در اواسط دهه 60 میلادی، زمانی که ونجلیس تو سالهای آخر دبیرستانش بوده، همراه با دوستاش یه بند موسیقی تأسیس میکنه. اسم این بند بوده The Formings. این بند دانشجویی تو اون سالها تو یونان سریعا تبدیل به یک پدیده پرطرفدار میشه. تو این فیلم زیرخاکی یونانی که پیدا کردیم یه اجرای جالب از گروه The Formings رو میبینید. اولین آهنگسازی ونجلیس برای بند فورمینگز که تو اواسط دهه 60 منتشر شد و نزدیک به 10000 نسخه هم فروش داشت، اسمش بود جرونیمو یانکا. گروه 5 نفره فورمینگز تا زمانی که ونجلیس رو در رأسش داشت از پدیده‌های بزرگ موسیقی یونان محسوب می‌شد. خیلی‌ها تو یونان به اونها لقب بیتلز یونانی داده بودن. فورمینگز نهایتاً با انتشار 9 تک آهنگ و یک آلبوم EP در اوج شهرت خودش در سال 1966 اعلام تعطیلی کرد. علت این دیسپند هم هیچگاه اعلام نشد.
فاصله نزدیکی از اعلام دیسبند گروه فورمینگز، ونجلیز به همراه 4 رفیق جدید خودش یک گروه راک تو یونان تأسیس کرد. اسم این بند جدید راک آفرودیتس چایلز بود، یعنی بچه های آفرودیت، یکی از چهرهایی که همون سالها محبوبیتش از یونان هم فراتر رفت و حسابی اسمش گل کرد. کارش رو تو همین گروه در همکاری با ونجلیز شروع کرد. احتمالاً اسمش رو خیلی زیاد شنیدید. بله، دمیس روزس. تو این گروه ونجلیز پیانو و کیبورد میزد، دمیس روزس گیتار، باس و الکتریک میزد و گاهن میخوند، لوکاس سایدرز هم درامر بود و هم خواننده، و نفر چهارم سیلول کروریس، چهارمین عضو بند بود که اکثرا اکوستیک میزد. خلاصه اینکه این گروه در سال 1967 بعد از اینکه چند تا کار دمو رکورد کرد، حسابی سرشناس شد و این سرشناسی هم باعث شد که کمپانی فیلیپس رکوردز ازشون بخواد که محل اقامت گروهشون رو عوض بکنن و برای جهانی شدن از یونان به لندن بیان. در جواب به خواسته منطقی کمپانی فیلیپس، 3 تا از بچه‌های گروه، یعنی ونجلیز و دمیس و لوکاس سایدرز، به لندن رفتن. اما نفر چهارم، یعنی کلوریس، به دلیل اینکه زمان خدمت سربازیش فرا رسیده بود، نمیتونست مهاجرت بکنه و مجبوری از گروه موقتا جدا شد. اما سرنوشت بچه‌های آفرودیت نه در لندن بلکه در پاریس شکل گرفت. یک کمپانی فرانسوی به نام مرکوری ریکوردز یک قرارداد تقریبا پروپیمون با بچه‌های آفرودیت امضا کرد و اونها بعد از این قرارداد معروف‌ترین آهنگ گروهشون رو به نام رین اند تیرز، یعنی باران و اشک‌ها، رو برای این کمپانی رکورد کردند. ای کاش درد و مرض کپی رایت تو یوتیوب نبود و میتونستم کل این آهنگ رو همینجا براتون بذارم، اما متاسفانه دستمون لای پوست گردو است و مجبوریم برای شنیدن آهنگ کامل شما رو دعوت بکنیم به کانال تلگرامی من تا اونجا بتونید این کار رو به صورت کامل گوش کنید. خلاصه داشتیم میگفتیم آهنگ رین اند تیرز یک از مشهورترین کارهای بند آفرودیت بود، کاری که در واقع بازسازی یک اثر کلاسیک مشهور آلمانی بود، اثری که ما به اسم کانون پکلبل یا کانون پچلبل میشناسیم. کانون پچلبل که به صورت اختصاری ما اون رو آهنگ کانون هم میشناسیم، ساخته یک آهنگساز آلمانی مشهور دوره باروک در قرن 19 به نام یوهان پچلبل بود. ونجلیز برای ساخت آهنگ باران و اشک‌ها از تم این آهنگ مشهور استفاده کرد و اون رو در واقع بازسازی کرد. آلبوم بعدی بچه های آفرودیت اسمش بود It's 5 o'clock، یعنی ساعت 5. آهنگ هم اسم این آلبوم هم در همین آلبوم خیلی مشهور شد. چهره ونجلیز در موزیک ویدیوی این کار پای یک کیبورد 3 طبقه با چهره هیپیگون خیلی دیدنی و به قول معروف نمایی هست از اون سالهای طلایی موسیقی سایکدلیک. بعد از این آلبوم کمپانی مرکوری از بچهای آفرودیت آلبوم سوم رو طلب میکنه، آلبومی با اسم جادویی 666. کار این آلبوم، یعنی همین آلبوم 666، در سال 1970 شروع میشه. این سال همزمان میشه با پایان دوره خدمت سربازی نفر چهارم گروه آفرودیت در یونان، یعنی همون کلوریس. کلوریس همزمان با تولید این آلبوم به بچه‌های آفرودیت میپیوند و به پاریس میاد و دوباره کار رو با هم شروع میکنن. آلبوم 666 بعد از انتشار به سرعت مورد استقبال جامعه قرار میگیره و منتقدان هم خیلی روی خوشی به کار نشون میدن، اما رادیوها روال برعکسی رو طی میکنن. به قول معروف رادیوها به خاطر مضمون به قول خودشون خطرناک این آلبوم چندان مایل به پخش آثار این آلبوم در استیشن‌های خودشون نبودن. این آلبوم پس از گذر سالها هنوز هم به عنوان یکی از پیش قراولان سبک پروگرسیو راک شناخته میشه. در حالی که آلبوم 666 حاصل تلاش جمعی بچه‌های آفرودیت بوده، اما حضور ونجلیز در آثار این آلبوم از همه پررنگ‌تره. خود بچه‌های آفرودیت عقیده دارن که روحیات ونجلیز بیشتر از تمایل به گروه محوری متمایل به کار فردیه. البته ونجلیز همین تحلیل رو رد نمی‌کرد و به تدریج می‌خواست که کار آهنگسازی انفرادیش رو شروع بکنه. این تمایل رو هم بدون تعارف قبل از انتشار آلبوم 666 نشون داد و شاید تعمدن زمانی که بچه‌های دیگه مشغول تمرین برای تور معرفی آلبوم بودن، ونجلیز ترجیح داد به جای حضور در تمرین در استودیوی پاریسی بمونه و به کار تولید آهنگ مشغول بشه. همین روی ونجلیز عاقبت باعث شد که قبل از انتشار آلبوم سوم گروه بچه‌های آفرودیت دیسبند خودش رو رسما اعلام کنه و آلبوم 666 آخرین آلبوم این گروه محسوب بشه. بعد از فروپاشی بند آفرودیت، دمیس روزس و لوکاس سایدرز هر کدوم جداگانه به فعالیت مشغول شدن و دیگه هیچ وقت دست به تأسیس بند جدیدی نزدن.
ونجلیس هم با فروپاشی گروه آفرودیت فصل جدیدی از زندگی هنری خودش رو آغاز کرد. در سال 1970 ونجلیس اولین آهنگسازی خودش رو برای موسیقی متن یک فیلم انجام داد. یک فیلم فرانسوی به عنوان سکس پاور یا قدرت سکس محملی شد برای تغییر زندگی هنری ونجلیس. با آهنگسازی این فیلم به تدریج ونجلیس فهمید علاقش با آهنگسازی غیر وکال محور خیلی زیادتر و بهتره در همین زمینه فعالیتش رو توسعه بده. تم اصلی موسیقی فیلم سکس پاور ترکیب خلاقانه‌ای بود از فضای عجیب و صحرایی لوکیشن فیلم که با سازهای کوبه‌ای نمایندگی می‌شد، با موضوع ساحرانه شهوت و سکس که صدای افکتیو یک پیانو اون رو نمایندگی می‌کرد. این تلفیق با صدای جادویی کورال یک زن و افکت‌های دستساز سینتی‌سایزری رویایی‌تر می‌شد و تو رو با رقص کاراکتر اصلی فیلم همراه می‌کرد. ونجلیس بعد از آهنگسازی این فیلم به سمت تولید اولین آلبوم انفرادی خودش رفت، آلبومی با عنوان ارت یا به فارسی زمین. در سال 1974 ونجلیس مجدداً از پاریس به لندن رفت و همون جایی که در سال اول مهاجرتش از یونان یک استودیوی نقلی برای خودش خریده بود. این استدیو از سال 1974 به مدت 13 سال خونه اصلی ونجلیس بود. ونجلیس اسم این استدیو رو استدیو نمو گذاشته بود. اولین آلبومی که ونجلیس در استدیوی شخصی خودش تولید کرد آلبومی بود با عنوان Heaven and Hell، به فارسی میشه بهشت و جهنم. قطعات این آلبوم تلفیقی بود از صداهای عجیب اتمسفریک که ونجلیس اونها رو با سیتی سایزر خودش خلق کرده بود. صداهای سوگونه خراشگون، کورال‌های سوگوارانه مرثیه‌وار، صداهای متناوب ناقوس که فضای ملتهب جهنم رو در کنار فضای آروم بهشت شبیه‌سازی می‌کرد. برای بچه‌هایی که پادکست این برنامه رو گوش میدن توضیح بدم که این قسمتی که الان میاد دوبله من رو صدای ونجلیس در یک از مصاحبه‌هاش در باب کار تولید آهنگش. این یه چیز ساده است، در این حال میتونی همزمان احساس تغییر رو هم به وجود بیاری. ببین دوباره تغییر میکنه. همون صدا دقیقا دوباره اضافه میشه. در واقع ما کلی صدای مختلف داریم که اونها رو میتونیم در کنار هم قرار بدیم. یک ارکستر سمفونیک هم دقیقا همین کار انجام میده. میتونید از اینجا به اینجا برسید، بعد به این صدا ببریدش که صدای متفاوتیه، یا دوباره یه صدای دیگه. یا به دو چیز دیوانه کننده مثل اینها. منظورم اینه که در عرض دو دقیقه میتونیم از همه اینها عبور بکنیم. در طول سالهای متمادی بعد از استقرار ونجلیس در استودیوی نمو، مجموعی از آلبوم‌های موفق تجربی توسط ونجلیس منتشر شدند که تمامشون نمادی از تلاش خستگی ناپذیر ونجلیس برای خلق موسیقی فضا محور و تولید صداهای جدید بودند. آهنگ Memories of Green یکی از ده ها نمونه ماندگار خلق شده توسط ونجلیس با همین روی کرده. تلفیق سکوت و آرامش، امبینت محیط با لایه‌های ریورب شده پیانو، انگار کسی در عمق تعلیق فضا داخل یک سفینه در حال نوازندگی پیانوه، در حالی که خودش هم در این حال داخل یک خلسه عجیب فرو رفته. چیزی که در این میون واقعا برای من عجیب و در این حال خیلی جالب اینه که ونجلیس در خلق همه این فضاها اصلا مقید به موازیکاری نبوده. یعنی اصلا اعتقاد نداشته که اول باید مثلا یک لاین پیانو رو کامل بزنه و بعد زیر لایه ها رو با صداهای دیگه پر کنه. اون عقیده داشته همه این فضاها باید همزمان توسط آهنگساز خلق و اجرا شن. اون اسم این روش رو گذاشته The Direct Method یا متد مستقیم. شاید چند تا ویدیو از اجراهای ونجلیس رو در کنسرت های زنده دیده باشید. پیرامون ونجلیس کلی کیبورد و سیتی سایزر قرار داده شده و ونجلیس همزمان با همه این ابزار در حال خلق صداست. شیوه تولید اوریجینال ونجلیس هم دقیقا همین روش طاقت فرسا بوده. خود ونجلیس این شیوه خلق آهنگ رو اینطوری توضیح میده: به محض اینکه ایده های موسیقی به وجود میان، تا حد امکان کیبوردهای زیادی به میز کنترل متصل میشن تا بتونن
امکان خلق مالتی تراک و چند لایه رو برای من به وجود بیارن. ایده من اینه که تعداد زیادی کیبورد حول فکر من همزمان نواخته بشن و با این روش یک پایه گسترده صدایی ایجاد بشه. در مرحله فینال فقط یک تنظیم نهایی میمونه که اون رو میتونم با خیال راحت انجام بدم. نگاهی بندازیم به مصاحبه‌ای که در سال 1984 با ونجلیز انجام شده. دوباره برای بچه‌هایی که پادکست این برنامه رو گوش میکنن بهشون بگم که صدایی که در ادامه میشنوید صدای ونجلیز هست با دوبله شخصی من. جلوه های صوتی همه وجود منه. این به نظرم یک چیز کاملا غیر مادیه که به نوعی تو سیستم وجودی من تأثیر میذاره و به نظر من تو سیستم وجودی همه انسان ها یک تأثیر واحد داره. سوال مجری، کی برای اولین بار متوجه شدید که میتونید از طریق موسیقی ارتباط برقرار بکنید؟ شاید اولین باری که معنی صدا رو فهمیدم این اتفاق افتاد. صدایی که از هر شیئی بلند می شد، از هر چیزی که مربوط به طبیعته، همه چیز، حتی صدای مردم. وقتی کسی رو می بینم می تونم صدای این شخص رو هم ببینم و ملودی های خاص صداش رو بفهمم. غیر ممکنه که وقتی در مغازه راه میرم و یک شی جدید رو میبینم یا شی های همیشگی اونها رو لمس نکنم و بلافاصله ویژگی خاص اون شی ها رو تشخیص ندم. نمیدونم دقیق توضیح بدم، اما میدونم این کارها بیشتر از چشمام میتونن کمک کنن که چیز رو بفهمم. سوال مجری، فکر کنم اولین باری که شروع به نواختن یه ساز موسیقی کردید 4 ساله بودید. بله، در اون سال به صورت خاص نوازندگی پیانو رو شروع کردم. به صورت خیلی اتفاقی تو خونه پیانو داشتیم. از زمانی که یادم هست پیانو نواختن رو بلد بودم، اما البته همیشه به هر چیزی به عنوان ساز نگاه می کردم. به لیوان، به تابه، هر چیز مخصوصی که پیدا می کردم به همه اونها ضربه وارد می کردم. می دونید رابطه من با پیانو یک رابطه معمولی نبود. البته همیشه با این ساز محترمانه برخورد می کردم و می تونم بگم که هیچ وقت ضربه نامعمولی به کلاویه ها نزدم. اما یادم هست مثلا به لیوان ها ضربه می زدم. توی لیوان ها آب می ریختم و اونها رو کوک می کردم و با این کار صداهای متفاوتی ایجاد می شد. من برای تولید صداهای مختلف از زنجیر و میخ و هر چیزی که پیدا می کردم استفاده می کردم، چون برای من صدا اولین چیز بود، اولین چیز خالصی بود که خیلی مهم بود. راضی نبودم صرفا یک موسیقی مستقیم و یک ملودی مستقیم رو تمرین بکنم. در کنار آلبوم ها ونجلیز در تمام طول دهه 80 میلادی مشغول تولید موسیقی فیلم بود. در سال 1981 از ونجلیز خواسته شد موسیقی فیلم چریوتس آف فایر یا عرابه های آتش رو بسازه. این موزیک از شناخته شده ترین آثار ونجلیز در طول تاریخ آهنگسازی شه. در سال 1982 یکی دیگه از کلیدی ترین آثار بیادماندنی ونجلیز خلق میشه، اثری که برای فیلم بلید رانر ریدلی اسکات میسازه. این اثر رو احتمالاً بدون دیدن فیلم یا با دیدن فیلم به خاطر دارید، چرا که صدا و سیمای خودمون هم بارها بدون پرداخت حق کپی رایت به صاحب اثر این آهنگ ها و تم ها رو در میون برنامه‌های متفاوت خودش گنجونده. ریدلی اسکات کارگردان فیلم موسیقی متن این اثر رو اونقدر دوست داره که میگه این فیلم در واقع یک اثر در هم تنیده تصویری و صوتیه و بدون موسیقی ونجلیز این فیلم نمیتونست در معنا رسانی اینطور موفق عمل بکنه. مشهوره که ونجلیز برای آهنگسازی این فیلم اثر رو فریم به فریم تماشا میکرد و بارها تمها و فضاسازی های خودش رو برای رسیدن به مقصود نهایی بهتر تغییر میداده. ونجلیز در باب آهنگ بلید رانر میگه همه چیز از خود فیلم در اومده، از شخصیت های فیلم، از فضای فیلم، از خطوط داستان و نهایتا کل ماجرا. ریدلی اسکات در ستایش از تمهای ونجلیز برای این فیلم میگه که تم عشقی آهنگ خاطرات سبز یا همون گرین مموری که 8 دقیقه است بسیار فوق العاده است. اسکات ادامه میده هر شب که به استودیو ونجلیز میرفتم به هم میگو بیا بشین گوش کن، به این قطعه گوش کن، این تیکه برای اون قسمت فیلمه. و درست توی همون قطعه‌ای که داشت اجرا میکرد فیلم هم در حال اجرا بود. ونجلیز میگفت تماشا کن، این موسیقی تو جهان فیزیکی همون چیزیه که در حال پخش تو فیلمه. ونجلیز و ریدلی اسکات بعدها در سال 1992 دوباره با هم در تولید فیلم فتح بهشت همکاری کردن. ونجلیز در این فیلم هم تونست یکی از قطعات افسانه‌ای و حماسی خودش رو به جهان موسیقی تقدیم بکنه. و
ونجلیز در مصاحبه‌ای که بعد از تولید فیلم فتح بهشت انجام داده، رمز در هم تنیدگی آثارش رو با تصاویر فیلم اینجوری توضیح میده. ونجلیز میگه من هیچ وقت دوست ندارم قبل از ساخت فیلم‌ها فیلمنامه‌شون رو بخونم، چون اگر در زمان خلق فیلمنامه آهنگی بسازم، منو از دنیای بصری کارگردان اثر جدا می‌کنه. ترجیح میدم تصویر توسط کارگردان خلق بشه و بعد من بتونم اون تصویر رو ببینم تا بتونم برای اون دنیای بصری خاص آهنگی تولید بکنم. در سال 2001 میلادی ونجلیز با سفارش دولت یونان و کمپانی سونی اثری رو ساخت به نام میتودیا، یک موسیقی برای مأموریت ناسا در مریخ. ونجلیز این اثر رو با همکاری ارکستر متروپولیتن لندن با همکاری اپرای ملی یونان در آتن به ثمر رسوند. در سال 2002 فدراسیون جهانی فوتبال تولید موسیقی رسمی جام جهانی رو به ونجلیز سپرد. ونجلیز همچنین 2 سال قبل از این ماجرا تولید موسیقی اختتامیه المپیک سیدنی رو در کارنامه خودش داشت. ونجلیز در طول عمر هنری خودش بالغ بر 50 آلبوم رسمی تولید کرده و هزاران مگاهیت رو بر خاطری موسیقی چندین نسل عاشق موسیقی اضافه کرده. آخرین آلبوم رسمی ونجلیز در سال 2016 تولید شد. اسم آلبوم روزتا بود. خیلی ها این آلبوم رو آلبوم بازگشت ونجلیز به سالهای طلایی دهه 80 و 90 میدونن. واسه ما ایرانی ها خاطری آهنگهای طلایی ونجلیز علاوه بر ده ها اثری که ذکر شد به صورت ویژه با یک آهنگ خاص گره خورده. آهنگی که سالیان سال قبل از خبر ساعت 9 شب صدا و سیما از شبکه 1 پخش میشد. اسم این آهنگ خاطره ساز دختر کوچک دریا بود. اسم لاتین این کار اما خیلی سخته. لا یا لو پتیت فیل دل لامور. خلاصه ونجلیز این مرد موسیقی تمامی فصول در 27 اردیبهشت سال 1401 یا 17 می 2022 در سن 79 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت و ما رو با ده ها خاطره زیبای موسیقاییش تنها گذاشت. یادش گرامی و اصطلاحاً راهش پر رهرو. بچه های موزیکار، در پایان این برنامه دوباره دعوتتون میکنم به لایک و سابسکرایب این کانال رو زدن اون دکمه زنگولی قرمز. موزیکار رو حتما به رفقای موزیک بازتون معرفی کنید و هر هفته با ما داستانهای مختلف موسیقایی رو مرور بکنید. با ما همراه باشید. دمتون گرم.